اگه یاد شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه مونده باشد، من هفته گذشته درباره آقای ذبیح الله منصوری صحبت کردم. آقای ذبیح الله منصوری از یه بابت بر سر صنعت نشر ایران منت داره، برای اینکه یکی از کسانی است که با آثار خودش مردم رو یا لااقل خوانندگان آسان پسند رو به خواندن کتاب راغب کرده است. از این نظر آقای حسین قلی مستعان میتونه نفر دوم در این مورد به شمار بیاد. به عبارت دیگر آقای ذبیح الله منصوری و آقای حسین قلی مستعان دو نفری هستند که خوانندگان ایرانی رو به خواندن کتاب راغب کردند. حسین قلی مستعان یکی از نویسندگانی است که بیهوده بسیار ظالمانه با گروه روشنفکر ایرانی روبرو شده است و بیش از هر کس دیگری روشنفکران ایرانی سعی داشتند که به این آدم توهین کنند. به عنوان یک کسی که خودشم تو کار مطبوعات داستان نویسی کرده است، یعنی خود من، باید بگم که حسین قلی مستعان برخلاف اون چی که معروف هست آدمی بود با سواد، بسیار با ذوق، با تخیلی حیرت انگیز و قوی و نثری بسیار بسیار تمیز و پاک. یادم میاد وقتی که در اون سالها تلویزیون به ایران اومد، تلویزیون در واقع رقیبی شد برای تمام پاورقی هایی که در مجلات مختلف منتشر می شد و به همین دلیل تقریبا تمام مجلات و روزنامه های معروف به فکر افتادن که از آدم هایی که از این نظر شهرت دارن، از این نظر قلم زدن و داستان نویسی و پاورقی نویسی، از اینها استفاده کنند برای بالا بردن تیراژهای خودشون و رقابت کردن با یک رقیب گردن کلفتی که وارد ایران شده بود و وارد همه خونه ها شده بود و باعث شده بود که مردم کمتر دنبال خواندن داستان ها یه مکتوب برن و بیشتر به تماشا و نگاه می پرداختن. اون موقع البته هنوز تلویزیون به اندازه‌ای که بعدها پیشرفت کرد و نفوذ پیدا کرد و تو تمام خانه ها رفت، اونقدر نفوذ پیدا نکرده بود، ولی معزالک به هر حال به همون تعدادی که بود توانسته بود که مقدار خیلی زیادی از مشتری های نشریات رو ازشون بگیره. در همون موقع یادم میاد که یکی از کسانی که به فکر افتاد که از تخیل و قلم بسیار قدرتمند آقای حسین قلی مستعان استفاده کنه، مجله روشنفکر بود. و وقتی که آقای حسین قلی مستعان اولین داستان خودش رو به نام نجیب در مجله روشنفکر شروع کرد، آقای رحمت مصطفوی به عنوان خیر مقدم گفتن یک مقاله‌ای در تحسین و تشویق آقای حسین قلی مستعان در روشنفکر چاپ کرد و در اون مقاله آقای حسین قلی مستعان رو به عنوان بالزاک ایران معرفی کرد. به نظر من این تشبیه اصلا درست نیست. حسین قلی مستعان به هیچ عنوان جز در بعضی از رمان‌های تازه‌اش که مثل آقای بالزاک به رئالیسم رو آورده بود، از هیچ نظر دیگر کاراش شبیه بالزاک نبود. اگر که بخواهیم کسی رو بین نویسندگان فرانسوی تا
تشبیه کنیم به آقای حسین قلی مستعان، به نظر من شبیه ترین کس آقای الکساندر دوماست. آقای حسین قلی مستعان تخیلی داشت، حتی اگر نگم که قوی تر از الکساندر دوما، لااقل در حد او، و نثری در زبان فارسی نثری پخته. معروف است که در ایران میگویند که اولین رمان ایرانی که نوشته شده است که میتونه اطلاق بشود به عنوان یک رمان، مجله کتاب شوهر آخو خانوم مال آقای محمدعلی افغانی است. به نظر من که البته کسی هم مجبور نیست که این نظر بنده رو بسپاره، به خاطر بسپارد و قبولش داشته باشه، من به این لیست چشمهایش بزرگ علوی رم اضافه میکنم، و اضافه میکنم که نه کتاب چشمهایش و نه شوهر آخو خانوم هیچ کدام رمان نبودند. هر دوتاشون داستانهایی بودند که در اصطلاح خارجی بهشون میگن long short story، یعنی داستان کوتاه‌های بلند. دلیلش هم این هستش که هم شوهر آخو خانم و هم چشمهایش هر دوتا یک انتریک بیشتر ندارند. در شوهر آخو خانم ازدواجی است که یک مرد پا به سن گذاشته میخواد ازدواج مجدد بکنه، این است انتریگ کتاب. و در کتاب چشمهایش یک خانومی است که برای اینکه جان معشوق خودش رو نجات بدهد، تن میدهد که با رئیس پلیس زمان طرح عشق بازی بریزه. فقط یک انتریگ. اگر که دنبال اولین رمان فارسی بگردیم، به نظر من از این نظر اونچه که در معنای کلی رمان می شود بهش رمان اطلاق کرد، کتاب آفت آقای حسین قلی مستعانه. یک تخیل قوی، یک نثر بسیار زیبا و انتریک های فراوان، مثل تمام رمان ها، مثل جنگ و صلح، مثل کونت مونت کریستو، مثل تمام رمان های بزرگ دنیا، حوادث مختلف رخ میده که هر کدومشون انتریگ خودشون رو دارن، هر کدوم خودشون انتریکا دیولپ میشن و هر کدومشون خودشون به نوبه خودشون حل میشن ماجرا و جاشون رو میدن به یک انتریگ بعدی. از این نظر بایستی گفتش که آقای حسین قلی مستعان پیش قدم در این مورد بوده است. حسین قلی مستعان اولین بار، اگر که اون آقایانی که سنشون در حد سن من باشد شاید به خاطر بیارن، که در دهه دوم سلطنت رضا شاه یک سری کتاب های داستان کوتاه، داستان های کوتاه رمانی منتشر میکرد به نام داستان های ماه، که هر شمارش در اول هر ماه منتشر میشد و داستان های مختلف عاشقانه داشت درش رو. خیلی هم داستان ها داستان های عوام پسند بود و مردم بهش علاقه پیدا میکردن. یکی از این کتاب ها کتابی بود به نام ناز، که یک عشق ساده‌ای رو بین یک پسر و یک دختر نشون میداد که بعد از مدت‌های مدید که در این ماجرا هر دوتاشون آلوده و گرفتار بودن، بالاخره هم به وصال هم دیگه نمیرسن. وقتی این کتاب به چاپ شد و منتشر شد در ایران، که منم اون موقع تازه افتاده بودم به خوندن کتاب و کتاب ناز رو خوندم و خودم خیلی خوشم آمد، داستان عادی و نثر عادی این کتاب مورد سرزنش گروه آقای صادق هدایت قرار گرفت و مسخرش کردن به عنوان اینکه
داستانی است که بی سر و ته. و اون موقع بود که تازه گروه 4 نفری آقای صادق هدایت شروع کرده بودن به ترجمه کتاب‌های رمان خارجی به زبان فارسی و به اصطلاح از این کتاب خوششون نمی آمد. و بعد از این ماجرا چون اون موقع صادق هدایت جزو بت‌های ادبی ایران بود، دیگر مدعیان روشنفکری رو تحریک کرد که اونها هم به حسین قلی مستعان بترسند و تاختن به حسین قلی مستعان، عیب گرفتن از کارهاش، یکی از علائم روشنفکری شد در دهه 20. و این همینطور باقی موند و حسین قلی مستعان به عنوان یک آدمی که مطالبی می نویسد که عمق ندارد معروف شد در ادبیات ایران. در یک فرصت مناسب دیگر، اگر که من فرصتی پیدا بکنم، درباره این موضوع صحبت خواهم کرد که حتی اون گروه هایی که در اون موقع خیلی ادعای روشنفکری هم داشتن، آثاری که می نوشتن بسیار بسیار جالب نبود. به من اشاره کردن که وقتم تمام شده است و من با اجازتون این بحث رو تمام می کنم تا یه فرصت دیگری باز هم درباره پاورقی نویس های ایران که همشون دنبال روی حسین قلی مستعان هستن صحبت کنم. شاید بین گروه هایی که بعداً به گروه پاورقی نویس ها اضافه شدن، تنها کسی که استقلال و قدرت و صلابت کار خودشون نشون داد آقای صدرالدین الهی باشد که در یک فرصتی درباره او هم صحبت خواهم کرد.